بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الآية صدق الله مولانا العظيم. دوستای عزیز، بینندگان محترم، از همه اولتر تحفه رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تقدیم شما عزیزان میکنم و الله سبحانه و تعالی را سپاسگزار هستم که باز هم مصدر خدمت توحید و عقیده ما و شما را گردانیده و در ضمن از او به سلسله درس های از عقیده و توحید که در فصل سوم مبحث عادات مشرکین بودیم. درس قبلی ما موضوع وسیله بود که وسیله شرعی را ما خواندیم، گفتیم که وسیله شرعی به شش قسم است. اولش توسل به ذات الله سبحانه و تعالی، دومش به نام و صفات الله سبحانه و تعالی، سوم از او ایمان، یعنی توسل به ایمان خود انسان که انسان ایمان خود به الله توسل بکنه و توسط از او از الله مدد بخواید، چهارمش هم اعمال صالحه است که اعمال صالح ما هم خواندیم که حکایت موسی نفری که قبل از اسلام در یک مغاره بند مانده بودن، او قصه را ما در درس قبلی مفصلا بیان کردیم ولی نسبت زیقی وقت نتانستیم که این درس به پایان برسانیم. بنابراین درس امروزی ما قسمت باقی مانده درس توسل است. در قسمت باقی مانده درس توسل دو موضوع اخیرش مانده بود که دو نوع توسل وجود، یعنی دو نوع دیگر که بخوانیم شش نوع تکمیل میشه. نوع پنجم توسل به الله سبحانه و تعالی با ذکر حال خود انسان، یعنی با حامو بیچارگی و مشکلاتی که انسان داره، انسان میتونه که امو بیچارگی خوده، امو حالتی که انسان در یک مشکل قرار داده، امو مشکل خوده به الله وسیله قرار بده و توسط از او از الله چیزی طلب بکنه. یعنی یک نوع از وسیله ای است که انسان امو مشکلات خوده به الله تقدیم بکنه و به الله او را به حیث یک بیچارگی و ضعف پیش بکنه و او را من حیث وسیله قرار بده. چنانچه که در قضیه زکریا علیه السلام در سوره مریم وقتی که میخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ذکر رحمت ربک عبده زکریا، میگه بیاد بیاور عمو قصه عبده بنده ما را که زکریا است. اذ نادا، هنگامی که ندا کرد ربه پروردگار خود را، ندا ان خفیا، در یک جای بسیار خفیه به الله دعا کرد و فریاد کرد، به الله صدا کرد، یعنی ندا کرد. خفیا، متوجه باشین که این یک جای خفیه و با صدای پخش است. بنابراین یکی از آداب دعا این است که ما به الله سبحانه و تعالی که دعا میکنیم خیلی خفیف باید باشه. زکریا علیه السلام میگه وقتی که گفت اذ نادا ربه ندا ان خفیا، قال، گفت رب ای پروردگار ما، اینی وهن العظم منی، یقینا مکه استم استخوانای فرسوده و سست شده، و اشتعل الرأس شیبا، و موهایم سرم تقریبا سفید شده، ولم اکن بدعائک رب شقیا، ولی در دعای خود از این قبل هم ناامید نبودم، یعنی ما هیچ وقت از الله یا الله از تو ما ناامید نبودیم در دعاهای خود، و اینی خفت الموالیه،
و از این می ترسم که میگه یقینا که من می ترسم الموالی از امو خیشاوندا و از ذریه خود از اولاده خود من ورایی که از عقب من می و کان یعنی کسی باشه که بعد از ما مثلا عمی توحید عمی مسئولیت دعوت به دوش بگیرم. میگه من از این می ترسم چون ذکریا علیه السلام اولاد نداشت. و کانت و در حالی که از امرأتی خانم ما عاقرا چی است؟ نازا است و اولاد تولد نمی کنه. فحبلی من لدنک ولی یا پس بده از خود طرف خود بر ما یک پسر. یریثنی و یریث من آل یعقوب که ای و وارث ما و وارث چی شوه؟ آل یعقوب شوه، یعنی در خانواده ما امی سلسله نسل قطع نشه، سلسله که ابراهیم علیه السلام بود و بالاخره به یعقوب علیه السلام و اسحاق علیه السلام به این شکل تا یحیی تا زکریا علیه السلام وقتی که میرسه میگه که دعا میکنه که الله این امی سلسله را قطع نکنه و جعله رب رضیا و بگرداند الله که او یعنی الله سبحانه و تعالی رو چی بکنه راضی بگردانه. الله سبحانه و تعالی برش میگه یا زکریا ای زکریا از طریق ملک الله سبحانه و تعالی به زکریا علیه السلام بشارت میده میگه انا نبشرک بغلام، ما تو را بشارت میدیم به یک غلام یا پسر که اسمه یحیی که نام از او یحیی است. الله سبحانه و تعالی به در جواب دعا یا در اجابت دعای زکریا علیه السلام ملک میفرسته و برش میگه که انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، ما تو را بشارت میتیم به پسر که نام از او یحیی است. لم نجعل له من قبل سمیه، در حالی که قبل از اینکه ما یحیی علیه السلام میگه مسما کردیم به یحیی، قبل از این میگه هیچ کسی چی نبوده به این نام، به این نام مسما نشده بوده. پس از این آیات مبارک که سوره مریم معلوم شد که ما وسیله میتونیم توسط امو حال خود یا امو بیچارگی و مشکلات خود که داریم او را میتونیم به الله سبحانه و تعالی چی بسازیم؟ وسیله قرار بدیم. یعنی میتونیم به این شکل که انسان یک وقت میشه که مسافر میباشه، در سفر میمشه میگه پروردگار این هیچ کس و کوی ندارم، بیچاره هستم، دوست و فامیل و اقارب ندارم، الهی تو مشکلات مرا حل کن. تو یعنی هر دعایی که داشته باشه میتونه دعا بکنه و امی سفر خود امی بیچارگی خود، یا مثلا یک کسی در بستر مریضی است، یا الله من مریض هستم، من امروز ناتوان هستم، من مشکل دارم، یا یک کسی بندی است میتونه بگه پروردگار من از سلب آزادی شدیم و من هر گناهی کرده بودم ولی فعلا در حجز قرار دارم، در بند قرار دارم، پروردگار تو مشکل مرا حل کو. خلاصی از این آیت نتیجه ای به این شد که ما چیز میکنیم، میتونیم که عجز و بیچارگی خود هم به الله وسیله قرار بدیم. شماره ششم یا نوع ششم توسل، توسل به دعای یک شخص نیک یا صالح که زنده باشه، یعنی مشروط به ای که زنده باشه، دعای شخص صالح زنده، یعنی شرط زنده بودن است. خود دلیل از این توسل چی است؟ دلیل از این هم امو حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و قضیه سفر عمر رضی الله عنه به عمره بوده. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه هجرت کردن و جمع از صحابه در اونجا همراهش زندگی میکرد و در جمله صحابه یاران با وفای رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز همراهش بودن. بعد از اینکه صلح حدیبیه میشه و یا یک مدتی که اینا در اونجا سپری میکنن، به شکل انفرادی اینا میتونن سالانه سفر بکنن، سال یک مرتبه دو مرتبه به سفر عمره مطابق عمو تفاهم نامه که بین کفار و مسلمان ها بوده یا عمو فرهنگ که رایج بوده که کسایی که به عمره می آمدن یا به طواف خانه کعبه می آمدن با او کسی کار نمی داشت. از مقدرات الهی یک روزی که چیز تصمیم می گیره، عمر رضی الله عنه تصمیم می گیره که بیایه به سفر عمره، در وقتی که خداحافظی می کنه
رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میگه که ای برادر، یعنی به عمر اون خطاب میگه که ای برادر، وقتی که به عمره رفتی ما را از دعایت فراموش نکنی. عمر رضی الله عنه در رحیق المختوم سیرت النبی این حکایت به شکل مفصل آمده، میگه که در زندگی به اندازه این کلمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما خطاب برادر کرد، میگه هیچ کلمه دیگه به این اندازه خوشم نامده و خوشم نمی آیا. یعنی این قدر از این کلمه که رسول الله صلی الله علیه خطاب به برادر کرد این قدر لذت برده بود که در خاطرات خود میگه که من به این اندازه دیگه کلمه خوشاینده نشنیده بودم. ولی در کل از این حدیث یا از این قضیه سفر عمر رضی الله عنه ما درس عقیدتی که میگیریم اوی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم با وصفی که خاتم النبیین است، با وصفی که پیامبر است و با وصفی که سردار انبیا است، میبینیم که به عمر رضی الله عنه میگه که برادر مرا از دعایت فراموش نکنی. یعنی سبب مغفرت، سبب یعنی تقرب جستن به الله سبحانه و تعالی، یک طریقش همی است که ما از شخص صالح طلب دعا بکنیم. مثلا و این دلیل، یعنی دلیل شد که ما میتونیم توسط اشخاص صالح یعنی او را وسیله قرار بدیم و تقرب جستن به الله سبحانه و تعالی یک امر مشروع است. مثال های زیادی داره. مثلا ما شما اول مثلا میتونیم یک کسی که اگر به سفر حج یا به سفر عمره میره، ما میتونیم به او پیشنهاد بکنیم که در اونجا وقتی که رفتی مرا از دعایت فراموش نکنی، یا در وقت افطار میتونیم ما از برادر مسلمان خود و خواهر مسلمان خود تقاضا بکنیم که خواهر عزیز، برادر عزیز، مرا در وقت افطار از دعایتان فراموش نکنین. و من این تقاضا را امی لحظه هم از شما میکنم که در دعاهایتان مرا فراموش نکنین. من خیلی گناهکار هستم. دوستای عزیز دعا بکنین که الله سبحانه و تعالی مرا مورد مغفرت خود قرار بده. الله سبحانه و تعالی بالای مرا رحم بکنه. و هر وقت که در سارا مشنیدین دوستای عزیز مرا دعایتان فراموش نکنین و فقط دعا بکنین که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت بالای مرا رحم بکنه و دیدار خود نصیب ما بکنه. به این شکل یعنی ما میتونیم که توسل بجوییم. یا مثلا یک کسی تلاوت قرآن کریم میکنه، او را در او وقت ما مثلا برش میتونیم که ازش تقاضا بکنیم که در حق ما دعا بکن. در کل ما میتونیم اشخاص صالح زنده که میفهمیم که اشخاص صالح هستن و مردم های خوب هستن، دعایشان به نزد الله قبول میشه، ما اختیار داریم میتونیم که توسل بجاییم به ای که الله سبحانه و تعالی بالای ما رحم بکنه. میمانه موضوع در اینجا نکته چو گفتم در ششم، مسئله زنده بودن است. یعنی حیات بودن شرط یعنی توسل شرعی است. اگر انسان فوت کرد باز توسط یعنی انسان صالح اگر فوت کرد باز ما توسط از او توسل به الله سبحانه و تعالی چیز کرده نمیتانیم، یعنی توسل جسته نمیتونیم، او را وسیله قرار داده نمیتونیم. مثلا صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه پیامبرا را اینا را ما نمیتونیم که فعلا وسیله قرار بدیم. چرا وسیله قرار دادن؟ یک دلیل اصلیش اینمی است که از پیامبر صلی الله علیه وسلم و از قرآن همچو سند ما نداریم. من فی ای که مثلا یک تعداد کسا عقلی سر از این موضوع فکر میکنن که رسول الله صلی الله علیه و پیامبر بود، خاتم النبیین بود، یا جمعی از صحابه، یعنی کسایی بودن که الله سبحانه و تعالی در حیثی از اونا گفته که رضی الله عنهم و رضو عنه، الله از اونا راضی است و اونا از الله راضی هستن. یعنی من فی جایگاه و مقام از اونا، یعنی ما هدف ما العیاذ بالله نیست که اونا دیگه جایگاه و مقام ندارن، ولی ما چون در درسای قبلی گفتیم که شرط عبادت چی است؟ اطاعت و اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این یکی از شرایط عبادت، اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چون در مسئله انسان‌های مرده را ما انسان‌هایی که وفات کردن به او توسل چرا جسته نمی‌تانیم؟ چون هیچ دلیلی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و هیچ دلیلی از قرآن ما نداریم. وقتی که ما دلیل نداشته باشیم چطور ما بتانیم همچی یک عبادت بکنیم؟ و گفتیم که اگر عبادت مخالف منهج و نقش
چه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و عبادت مردود است. و در این باره احادیث هم وجود داره که عایشه رضی الله عنها میگه که کسی که یعنی مخالف منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت بکنه و عبادت مردود است. و حتی اعمال صحابه یعنی ما اعمال صحابه را دلایل داریم که اونا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرده، یعنی قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم یا عمو رسول بالاخره یعنی جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا را چی قرار ندادن، وسیله قرار ندادن. خصوصا قضیه چیز شما انشاءالله هر کدامتان این مطالعه کرده باشین که موضوعی که سالی که در عصر یا در دوران خلافت عمر رضی الله عنه چیز بود، خشکسالی بود و باران نمی بارید، رسول اینا همشان به دشت برآمدند و عمر رضی الله عنه توسل کرد به کی؟ به عباس رضی الله عنه، کاکای رسول الله صلی الله علیه و آله، گفت که تو دعا بکو که دعای تو به نزد الله قبول میشه که الله بالای ما باران بره. ببینیم اگر توسل به شخص صالح که وفات کرده جواز می داشت، یقینا عمر رضی الله عنه در این شرایطی که قرار داشت به عوض عباس رضی الله عنه باز چرا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم وسیله قرار نداد؟ و یا هم شما ببینید تمام دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم در کتابای حدیث به ما نقل شده، در هیچ حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل نشده و کسی این ثابت هم کردن نمیتونه که بگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرده باشه و گفته باشه که الهی به حق آدم علیه السلام، به حق ابوالانبیا ابراهیم علیه السلام، به حق اسماعیل علیه السلام، به حق یعقوب علیه السلام، یعنی توسل به نام هیچ یکی از پیامبرا نکرده. وقتی که پیامبر صلی الله علیه السلام نکرده باشه، صحابه نکرده باشه، کدام دلیلی به نزد ما موجود نباشه، ما اجازه از این را نداریم که توسل به چی بکنیم؟ توسل به انسانهایی که وفات کرده به اونا توسل بکنیم. اگر کردیم از نقشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ببراییم، باز نتیجه می که باز در روز محشر از این طغیان و از این سرکشی که انسان ممکن به بدعت ممکن به شرک مبتلا شود، باز جوابگوی از او در روز محشر کسایی خواد بودن که امیر برای عام مردم جواز میتن و بدون از اینکه از قرآن و سنت مطالعه داشته باشن، صرف به خاطر از اینکه امو فرقه هایی که اینا منوط به او هستن مربوط به او هستن، به خاطر که اونا بدنام نشن، امی فتوها را به مردم میتن، در روز محشر جوابگو به نزد الله اینا خواد بودن و انشاءالله الله از پیششان پرسان خواد کرد. دوستای عزیز، درس ما به اینجا به پایان میرسد تا درس بعدی که انشاءالله در خدمت شما حاضر میشم، شما را به الله یکتا میسپارم. شاد و موفق باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.